و طلب رحمت و غفران کنید. و چون شما مردم بلوچستان و مسلمانان این منطقه اکثرا حنفی هستید، یادی کنیم از امام اعظم ابو حنیفه. در کنفرانسی که در خدمت مولانا عبدالحمید در کشور تاجیکستان بودیم، هیئت ایرانی 32 نفر بودند، 28 نفر اهل سنت و 4 نفر شیعه. اما تنها نفری که در مورد امام اعظم مقاله رسمی خواند من بودم. و من خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از زبان دیگران. من در اون جلسه رابطه معنوی، اعتقادی، فقهی و سیاسی امام اعظم ابو حنیفه را با امام صادق و اهل بیت عصمت و طهارت توضیح دادم. ما باید نمادمون امروز امام اعظم باشد. اهل سنت و به ویژه ابو حنفیان باید در مقابل آمریکا بایستند، همچنان که امام اعظم ابو حنیفه در مقابل ظلم و ستم ایستاد، تسلیم حکومت نشد، همکاری با حکومت ظالم را نپذیرفت، دوبار به زندان افتاد و در زندان دوم از دنیا رفت. مردم تاجیکستان، خطبای جمعه تاجیکستان در اول خطبشون سلام میفرستن بر امام اعظم به نام صوفی کوفی. و من اونجا در سخنرانیم گفتم که از این به بعد باید بگویید سلام بر صوفی کوفی علوی تسلیم ناپذیر. و کسی که تسلیم ظلم نشد، فرزندش را و شاگردانش را با کمک مالی به کمک زید ابن علی ابن الحسین فرستاد، هر فریاد آزادی خواهی را امام اعظم حمایت کرد. و یک آن تسلیم ظلم نشد و یک آن تسلیم حاکم ظالم نشد. امروز مسلمانان حنفی جهان که اکثریت قاطع مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، باید با تمام قوا در روبروی استعمار آمریکا و انگلیس و اسرائیل بایستند. امروز خط مقاومت خط امام اعظمه. امام اعظم تسلیم ظلم نشد و این معلم بزرگ بشریت و این معلم بزرگ عقلانیت و این شاگرد برازنده مکتب امام صادق که خودش فرمود لولا سلطان لهلک ابن نعمان. اگر اون 2 سالی که در مکتب امام صادق درس آموختم نبود، نابود شده بودم. امروز باید از اون بزرگوار درس ستم سوزی و ستم ستیزی را آموخت. امروز جای او در بین ما خالی است که به ما بگوید برای یک لحظه نباید تسلیم ظلم شوید.